من فادو پرالوانی اهل ایران هستم، از خرمشهر جنوب ایران دارم میام. من دینم شیعه بود، از خانواده بودیم که بقولا اونا هرچی بقولا میگفتن ما هم پیر اونا بودیم و معتقد به امام و دوازده امام بودیم در واقع. در اون زمان من حسینیه داشتم، حسینیه خانوادگی بود توی شهری که داشتیم بودیم و معمولا 40 روز محرم و صفر ما اونجا بودیم برای پخت غذا و برنامه که اونجا بود، حالا عزاداری بود، پخت غذا بود. من معمولا داخل آشپزخونه بودم و موقع بقولا سینه زنی تو جنوب معروفه، همیشه بقولا با برنامه خانواده که مثلا اونجا توی حسینیه خودم داشتیم باهاشون بودیم. من اعتقاد داشتم که بقولن توی طبق کتاب قرآن بقولن مسیح هم جزء پیامبران اولوالعزم و باید احترام بذاریم به مسیحی ها. ولی از زمانی که یکی از اقوام در خارج از کشور بشارت داد به خانم من و من اونجا بیشتر باش آشنا شدم، بعد توی برنامه یوتیوب ما معمولا نگاه میکردیم، حتی خانم هم بیشتر نگاه میکرد با دخترم، چون اونا اول ایمان آورده من ایمان نآورده بودم. بعد یواش یواش به مسیحیت به قولن بیشتر آشنا شدم و راهو پیدا کردم. منطقه ما جوریه که به قولن هر دو تا خونه یکیش حسینی است در واقع، هم حسینی زیاده هم خود خونه ها برنامه محرم و صفر و محرمزون همیشه خونه ها پر از این برنامه مجلس و چیز هاست. بیشتر خانوادم میخواستن برنامه نگاه کنن، با صدای بلند پرستش کنن. هر وقت میبودم از سر کار میبودم خانم این حداقل صداش بیار پایین، فقط مزاحم بفهمن اینجا داستان میشه، مشکل پیدا میکنیم و لطفاً فقط صداشو بیار پایین. زیاد ما هم مشکلی با اصل مطلب نداشتم، میخواستم به قولن یه چیزی یاد بگیرم، از هم اونا یاد بگیرن هم خودم مثلا بفهم. حتی اوائل جلوشون رو نمی کردم و خودشون مثلا منزل نبودن، منم می شستم نگاه می کردم تا ببینم توی این دین چی هست، چیز جدیدی هست یا نه. ما و خانواده من اصلا کارم تو ایران طوری بود که واقعا صبح تا شب باید کار می کردم. یه خورده حقیقتش اول از کارم شروع شد، حتی خانوادم، خانمم و دخترم که ایمان آورده بودن، معجزه رو اول از اونجا دیدم، یعنی معجزه خداوند عیسی مسیح. دخترم شفا پیدا کرد بعد از 3 سال آلرژی شدید داشت، هر دکتری هر بیمارستان میرفتیم بقولا این آلرژی برطرف نمیشد. اولین جرقه اونجا ایجاد شد حقیقتش تو دلم، ولی هنوز ایمان کامل نآورده بودم. ولی سر کاری که ما داشتیم، مثلا کاری که انجام 2 تا 3 تا کار من انجام میدادم در طول روز و میدیدم که مقالن حالا مثلا من توی شرکت نفت کار میکردم، یه طرقی به دیگران داره مقالن ظلم میشه، با اینکه اسلامه، با اینکه مقالن میگن دروغ توش نباشه، توش مشکل ایجاد نشه، یعنی اجهت هر چیزی، ما بهترین دینی، ما بهترین مقالن پیامبر داریم، آخرین پیامبر خداست. ولی دیدم نه، یه چیزی اینجا کمه، مشکل داره و تصمیم گرفتیم از بقولن از ایران خارج بشیم حقیقتش، چون مشکلات هم مالی هم مشکلات روحی خیلی زیاد بود. بعد من بیشتر میترسم رو خانوادم سر همین جریان بقولن ایمان آوردنشون، خانواده داشت یواش یواش میفهمید و مشکل زیاد براشون میکرد، گفتم پس خارج بشم از کشور بهتره، چه جای بهتر ببرم که این مشکلات کمتر بشه. اولین بار حقیقتش توی حرکت که رفتیم به سمت بقولن حالا توی مهاجرتمون از ترکیه رفتیم یونان، توی قایق بود، توی قایق بادی بود، نزدیک 70 نفر آدم بودیم، قایقی که باید 35 نفر توش آدم باشه، 70 نفر با زن و بچه، بچه کوچیک، خانمای باردار، حتی بچه خودم کوچیک بودن اون موقع، 10-12 سالشون بود. موقعی هم که سوار شدیم با یه وضعیت خیلی بدی بود. من حقیقتش اونجا ایمان آوردم،
زمانی رسید وسط دریا، وسط آب بودیم که موجای دریا آب داشت میاد داخل قایق. موتور چند بار خاموش و موتور خودمون قایق و همه داشتن دعا میکردن. حتی همه جور آدمی توش بود، پاکستانی، ایرانی، عرض کنم کشور مختلف، سوری بود توش، بچه با قولم اونه که باردار بودن، خانمایی که کف قارق بودن. من خودم به صورت خابیده طوری ما سوار شدیم، یعنی با اون عجله که داشتیم که با قولم مامورای ترکیه مثلا ماهینه بگیرن، چهار نفر آدم روی پاهام و کمرم نشسته بودم، من کف قایق بودم، قایق پر از آدم بود، واقعا خیلی یه وضعی شده بود قایق، مثلا توی موج که میواد به صورت خمیده میشد، جون برمیگشت داخل دریا، کشتی‌های بزرگ کنار اون رد میشدن، اصلا یه به قولن شاید بگم جهنمو داشتیم میدیدیم. ما خودم به قولن شنا بلد نبود، خانواده‌ام بلد نبود، خیلی داخل اون قایق بلد نبودن، جی فریاد بود، یه آب زیادی مثلا زیر پامون بود. ما به یه جزیره میرسیدیم که به ساحلش میرسیدیم، بعد موج دریا ما طوری شد که به قولن رفتیم پشت جزیره که همش صخره ای بود و ما نمیدونستیم چیکار کنیم. راهی که بعد ربع ساعت 20 دقیقه طول میکشید، حالا نهایتش 20 دقیقه نمیگم نیم ساعت، تقریبا 3 ساعت و نیم ما تو قایق بودیم. تو اون حال یکی از دوستان که ما تو ترکیه باش آشنا شده بودیم، من تو ذهنم به قولن هنوز مسیح رو به قولن اونچنان نمیشناختم، گفتم اسمش بهزاد بود، گفتم بهزاد جان یه لحظه گوشیت بیا نزدیک، چون که میترسم، چون همه اونجا مسلمان بودن در واقع، گفتم بهزاد جان یه لطفی میکنی دعا کنی با هم خدایی که خودت میدونی؟ گفت درباره چی صحبت میکنی؟ گفتم در نام مسیح دعا کن. گفت پس تو دستاتو بده دست من و چشاتو ببند، تو دلت دعا کن. منم چشامو بستم، اونم شروع کرد دعا کردن تو اون هیاهو، در حالی که همه داشتن دعا میکردن، دعای ندبه و دعای کمل بود، قرآن میخوندن، خیلی جالب بود. یعنی صحرای محشر بهش میگفتن، با اینکه داشت قایقم غرق میشد، پر آب شده بود و هی موتور خاموش میشد، ما شروع کردن به دعا کردن. منم تو دلم گفتم خدای عیسی مسیح، اینا که هیچ کاری نتونستن بکنن، نه قرآن نه پیامبرمون، حالا خدایی که با قولن محمد گفته، اگه تو عیسی مسیح هستی، تو خداوند اول آخر این دنیا هستی، خودت کمک کن، نه به خاطر خودمان زن بچه‌ام، به خاطر این بچه‌ای که این خانواده‌ای که حالا خانواده‌ای که اینجا هستن، این زنای باردار، برای همه‌شون داشتم دعا می‌کردم در نام مسیح که خداوند تو ما رو نجات بده. همونجوری که داشتم دعا می‌کردم، من چشام باز کردم، سر آوردم بالا، یه تیکه ابر یه دفعه اومد توی آسمون، یه سلیب خیلی قشنگ، تو دلم یه دفعه خالی شد، گفتم خدایا، یعنی صدای منو شنیدی؟ قبلا این دعایی میکردم حسی نداشتم، ولی دیدم واقعا سلیب درست شد، یه سلیب خیلی زیبا، یه نور خورشیدم پشتش خورده بود توی ابر، خیلی زیبا بود. تقریبا 20 دقیقه طول نکشید، ما اومدیم کنار ساحل، ساحلی که پر صخره بود، یه گوشه از اون ساحل قایه به قول ماهیگیری تقریبا شاید 50 متر پله میخورد میرفت بالا، میومدن کنارش وای میسادن، مثلا بارشون تخلیه میکردن میرفتن، هیچ جای دیگه نبود. تا یه خورده حالا بهتر شد، خلاصه حرکت کردیم به قول قسمت بالای به قول صحرا رفتیم و از اونجا هم بازم معجزات دیگه پیش اومد تو راه، تا رسیدیم به قول به جایی که به قول اون آرامش رو پیدا بکنیم. خدا رو شکر میکنم که این معجزه رو توی جسم و روحم حس کردم از خداوند و اون اولین چیزی بود که دیدم و خیلی از معجزات دیگه طول زندگیم. هر روز که باش زندگی دارم میکنم، خدا رو شکر اعتقاد پیدا کردم که خداوند هر روز منو برکت میده و این ناراحتی ها مشکلاتی که انظر مادی هست، انظر جسمی هست، خداوند خودش میدونه و اونا رو برطرف میکنه یکی یکی، و این معجزات هنوز ادامه داره و این آرامش رو به من رسونده. قبلا این آرامش رو نداشتم و یه چیز خونسایی بودم در واقع. میومدیم مثلا بره محرم که بقولن غذا بپزیم، نمیدونم بره کسی که باید بهش اعتقاد پیدا میکرد اگه که اون با خدا صحبت کنه در واقع،
نذر میکردیم که بقولا 10 روز 1 ماه داخل حسینیه باشیم تا اون چیزی که خدا میخواد به ما بده. ولی در این راهی که خدا بهمون نشون داد، راه عیسی مسیح، نشون داد که من باید مستقیم با خود خدا صحبت کنم، هیچ واسطه ای نیست، مستقیم با خودش صحبت میکنم و درخواستامو مثل یک پدری که ما فرزندانش هستیم بهش میگیم و خیلی عادی و راحت باهاش صحبت میکنیم و اون نیازها رو برطرف میکنه به بهترین نحوش که میخوایم. خدا رو شکر. شادی که حالا من دارم، آرامشی که من دارم، نهایتیه که خودم میخواستم، قبلا نداشتم و آرامش زندگیم داره پیش میره و این بهترین چیزی که خداوند برام مهیا کرده. تلاش دیگه زیاد از حد توی دنیا نمی کنم. کاری می کنم که خدا راضی باشه، بندگانش راضی باشه، محبتی که خدا به من داده به شما هم ریخته بشه. آمین در نام مسیح، عیسی مسیح.